بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیات خدمت دوستان گرامی، امروز 11 دی ماه 98 توفیق داریم در ادامه جلسات چهارشنبه انجمن اسلامی مهندسین با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و قرآنی در خدمت جناب آقای علی رضا قلی باشیم، از محققین و پژوهشگران در حوزه اقتصاد و امور اجتماعی. قبلا هم در جلسات خدمتشون بودیم. امروز با عنوان وابستگی به تاریخ، آثار سرگذشت ما بر سرنوشت ما. سلام علیکم. با ذکر خیلی درباره آقای مرحوم مهندس بازرگان، خداوند ایشالا روحش رو شاد کنه، مسبب خیر بود، ترجیح بود این جلسات هم از خیرات و معاملات و یادگاری های ایشونه، بر ما واجبه که تشکر کنیم ازش. من همیشه تشکر میکنم و فراموشم نمیکنم. ازم حضور شما یکی از ویژگی‌های آقای مهندس بازرگان هم ویژگی زیاد باشه که این نظم فوق‌العاده‌اش بود و دقت خیلی بالایی داشت. من یه نکته رو یادآوری میکنم، اینو بعد نیست نمیدونم، حالا شاید کسی دیگه یادآوری رو کرده باشه. من تو اون مقاله که تو اون کتاب راه پاک چاپ کردین اینو اونجا یادآوری کردم، ولی که الان شفاهی هم اینو میگم، شاید دلم بخواد هر دفعه هم تکرار کنم. آقای مهندس بازرگان رشته تخصصیش فنی بود و تو حوزه علوم انسانی نبود، جامعه شناسی، علوم سیاسی و غیره زده پایینه نه با فنی بود، ولی شامه فوق‌العاده قوی تو اصل انسانی داشت. یعنی توی امور انسانی، تو رشته هایی که مثلا اسمش رو بذاریم علوم سیاسی، بذاریم جامعه شناسی، بذاریم اقتصاد، شامش فوق‌العاده قوی بود. این مقدمه بحثمه لازمه بکنم. شما تو الانم برمیگردم تو تاریخ، شما خاطرتون باشه که اگر این کسانی که علوم انسانی خوندن، اشتغال به علوم انسانی دارن، از جامعه شناس گرفته، اقتصاددان گرفته، سیاستمدار گرفته، تو این اعصاب ها میذارن، اگر تاریخ و تحلیلی نتونن وصلش کنن با علوم خودشون، به خاطر که این از وقایعی صحبت میکنه که این وقایع ارثی و تاریخی، حالا توضیح میدم، به ما رسیده، در نتیجه این شامه تاریخی نداشته باشن، توفیق زیادی حاصل نمی کنن، شاید هم هیچی حاصل نکنن. در این حد میتونن یاد بگیرن که یه چیزی رو خوب یاد بگیرن، ترجمه خوب بکنن، همین رو که یاد گرفتن برن یه چیزی تدریس کنن، تو این حد میشه یه کار پژوهشی کوچیکی انجام بدن، ولی که اشراف داشته باشن به تاریخ یک کشور و بعد بخوان تو اون عرصه های حساس تصمیم گیری کنن و یا راه نمایی کنن، اینها بعید برسند. از اون طرف هم مورخین تحلیلی، اگر اینی که شامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نداشته باشن، از تاریخشون بهره نمیبرن. یعنی چیزی از تاریخ گیرشون نمیاد که به درد روزشون بخوره. من یک مثال برای شما میزنم، با این مثال بحثمو شروع بکنم. این خطا بسیار رفت در ایران. مثال من اینه، یه مثال خیلی روشن و واضحه. شما یه آقایی هست به نام داگلاس نورث، مرحوم شده، ایشون اقتصاددانه و نوبل برده، نوبلیسته،
اقتصاددانم هست، اقتصاددان فوق العاده قوی و برجسته هم هست. کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، کتابای البته کتابا رو چون عموما برای کشتی گرفتن با هم وزنای خودش نوشته، کتابا سنگینه، یعنی کتابایی که میخوام بخونن یه بعد بک‌گراندی داشته باشم برای که کتابا رو بخونم. یکی از دوستان من شاگرد ایشون بود، بعد من فقط این قسمتشو میگم، این دوست من که انقلاب شده بود میخواست بیاد ایران، دکتراش هم گرفته بود، با این استادش که آقای داگلاس‌لوس باشه بحث میکرد. داگلاس‌لوس بهش گفتش که تو میخوای بری ایران چیکار کنی اونجا، چیکار میخوان اونجا بکنی؟ حضرت کارها رو تعقیب میکرد، کتابشو نگاه کنی میبینی مسائل ایران هم تو هم از نظر تاریخ بلند، امپراتوری پارسا، هخامنشیان، از اونجا تعقیب کرده تا زمان خودش الان هم تعقیب میکرد، بی اطلاع نبود. بهش گفت چیکار میخوام بکنی؟ اینم این چیزه که یاد گرفته بود. بالاخره شما الان اگه سنتون یهو همه برگردیم با هم دیگه بریم سال 57 56 یکی بگه چیکار میخوام بکنین، میدونید که چی جواب میدین دیگه. ما نوری در نمون نعلالزین از توز فوفل از همه همون بعد نجله همون بارسی ولتکون میکنم اون وطن یدون ایلال خیر. خلاصه هر چیزای قلومبه یاد گرفته بود که عدالت اجتماعی جوری، جامعه بی طبقه توحیدی اونجوری، نمیدونم اینجاش اینجوری اونجاش اونجوری، اینا رو همه رو تحویل اون داد. تحویل کی داد؟ تحویل استادش که نورس بود، خدا رحمتش کنه. من از اون خیلی چیزا مختم ولی از دور. نورس برگشت بهش گفتش که شما نمیتونین این کارا رو بکنین، خوب دقت کنین، با همین اهم چیکه که من دارم میگم یکی یکی این ایرانی هایی که مدعی بودن اون موقع رو میشه به خط کنی، یکی یکی رو من دلم هرگز نمیاد اسم آقای بازرگان رو ببرم به خاطر علاقه مفرطی که بهش دادم، ولی چند همش رو میشه به خط کن. گفتش که نمیتونین این کارا رو بکنی. گفت چرا نمیتونین این کار؟ گفت به خاطر اینی که شما نهادها و سازمانهای تحقق اون چیزی رو که میخواهید ندارید. ببین تو روابط و مناسبات انسانی و ما یه مش آدمی تو کوچه خیابون پخشه، فرض کنید توی یه کشور دیگه باشین، شما میگی که بابا من عقب یه نفر میکردم این کارم رو درست کنه تو شهر داری، ده نفر رو بهت معرفی میکنن که تو میتونی چهار طبقه دیگه هم تراکم بگیری، اون میگه اینقدر میگیرم، این میگه یه شبکه ساخته آماده است، ابزارش هست، اون آدم هم که اینو بگیره و اون آدم هم که اینو ببره فلان جا و اینا همه سازمان یافته هستن. ولی کن اگر شما بیایی یه کار دیگه بخوای بکنی ابزارشو نداشته باشی چیه؟ بیام بگیم میخوام با فساد مبارزه کنم. من از این کشور خاصیم مورد نظرم اینا، بگی با فساد میخوام مبارزه کنم، ابزارشو نداشته باشی، به همین آدم اولیه که میگی خبت گوش نمیکن، یه جایی دستش برده، به اون دومیه میگی، به اون سومیه میگی، به اون چهارمیه میگی. ببین همین جوری که من الان به این سادگی اینو مطرح کردم، اگه شما بود تاریخ اسلام وارد شین، حضرت علی با همین موزر روبرو بود، اگرم نمی کشتن شهید نمی شد نمی تونستش کاری بکنه، با قاطعیت به تو میگم ایش کاری نمی تونست بکنه، با خاطر اینکه ابزارا همه دستش دارن، ابزارا به اون سمت قبلی حرکت کرده بود، شکل گرفته بود، یه جا شده بود، یه کسی مثل طلحه مثل زبیر هم جلوش وایساده، حالا بنی امیه و اون بخش قریش که همیشه با بنی هاشم دعوا داشتن اونو به جا خودشون،
معاویه و اینا، اون همه ابزاراشو داشت، هر جا رو معاویه میخواست قارت کنه میتونست بکنه، علی نمیتونست، نه میخواست نه میتونست. بله میگم نه میخواست قارت کنه. بله خب حالا شما اجازه بدین من برسنم. آره اصلاح میکنیم اگه مشکلی بود. بحثم اینه، اجمالش اینه، میگم ایشون نه علاقه ای داشت به قارت کردن، نه این آدمایی که همراهش بودن حاضر بودن بدون قارت جایی برن، اینا مشروط حمله میکردن به جایی که سهمشون رو از قارت ببرن. شما تاریخ اسلام رو به دقت نگاه کنید میبینید عمر قواعد قارت رو تغییر داد بعضی جاها به خاطر اینی که عربات تهیج بشن حمله کنن به ایران. یعنی این میشه ابزار و نهادهایی که در اختیار داری و ابزار و امکاناتی که در اختیار نداری. این همه جا میتونه باشه. اگه میخوام مثال بزنم و هی بعد مثال ها رو تکرار کنم، مثال های متنوع، ولی کن اجازه بدید همینجا من متوقفش کنم برگردیم به نور. نور برگشت بهش گفتش که اونم همه اسم من بود، گفت علی ابزاراشو ندارین نمیتونین محقق کنین. بعد یه فرمول داد، فرمول تو کتابش هست، اگه به کتابش هم مراجعه کنین اون فرمول رو میبینین. گفتش که شما تا ندونید از کجا آمده این تا اینجا، مثلا ما 2500 سال تاریخ مثلا داریم، چجوری از اونجا آمده این تا اینجا و با چه کیفیتی آمدین، یکی ندونین بدونین از کجا آمدین تا اینجا، یکی چجوری آمدین تا اینجا، بعد یه فهمی هم از فرایند تحول داشته باشین، چون تو فرایند تحول اون چیزی که مهمه اون نیروهایی هستن که قدرت چانه‌زنی دارن، جلوی تحول میگیرن، حضور دارن، قدرت دارن. نمیتونست بگه عایشه نباشه، طلحه نباشه، زبیر نباشه، معاویه نباشه، اینا نباشن، من اینو اینجوری میذارم، اون اون کارو میکنم، اون کارو میکنم، اون کارو میکنم. شما خودتون میدونید تو حکمیت علی چقدر اصرار داشت که اون چیزو نگذاره، ابو موسی رو نداره به جاش چیزو بذاره، مالک رو بذاره زورش نرسه. آخری گفت بابا اینا دارم من میکشن، محمد دارم میکشن، جون من نجات بده از دست اینا. ببینید انقدر هم ابزار نداشت. خب اینو بهش میگن فهم فرایند تحول، یعنی تا شما ندونین از کجا آمدین تا اینجا و چگونه آمدین تا اینجا و اینجا این تحول چه چیزایی رو میخواد و چه چیزایی رو نمیخواد و چه موانعی سرش هست، سر راهش هست، اونا که قدرت چانه زنی دارن همیشه تو حساب هست، قدرت چانه زنی دارن، میتونن مانع یه چیزی بشن، میتونن مساعدت بکنن. اگر این نباشه شما نمیدونید کجا میخواهید برید. شد من الان فرمولشو گفتم، حالا توضیح میدم. فرمولشو بستگی به تاریخ اینه، تأثیر سرگذشت در سرنوشت اینه که شما اگر ندونید از کجا آمده اید تا اینجا، چگونه آمدید تا اینجا، چه این تحولی که مورد نظرتونه چه ابزارهایی احتیاج داره، شما نمیدونید کجا میخوای برید، هر حرکتی بکنید نمیدونید به کجا ختم میشه و چه خواهد شد. اینا چیزا هم خیلی فوق العاده جدیه. حالا بگذاریم این کشمکش رو، اینا کردن آمدن، این دوست ما آمد ایران،
آقا مرحوم نورس نوبل برد. این دوست من بهش ایمیل زد تبریک گفت یه نوبل بردی و بارک الله. آقای نورس هم شوخ بود البته، گفتش علی اون کارایی که میخواستیم بکنی کردی؟ شد؟ گفت نه. گفت God damn you، من که به تو گفتم نمیشه، خدا لعنتت کنه مگه من به تو نگفتم نمیشه؟ ببین این فقط من مال نورس رو گفتم، الان کسای دیگه هم هستن که کد بیارم ازشون ولی نمیخوام این کار رو بکنم که طولانی میشه جلسه هم یه جلسه نمیشه جلسه. شما وقتی که داری زندگی میکنی این زندگی که میکنید این بیرون از شما معنی نداره، چیزی نیست که معنی داشته باشه که خوبه یا بده. این معانی رو شما در باورهاتون میسازید و الساق میکنید به بیرون. ظلم رو شما تعریف میکنید، عدالت رو شما تعریف میکنید، برابری رو شما تعریف میکنید. ببینید شما تعریف میکنید اینجا مسجده، اینجا یه ملک معمولیه. اگر ملک معمولیه خیلی کاراتوش میکنی. الان ما که مسلمونیم اگر گفتیم اینجا هم سالونه، این سالون ممکنه جشن بگیریم توش بزنن برخصن آواز بخونن هزار تا کار بخونن. ولی اگر شما اینجا یه وقت خوندید، یه دونه در واقع صیغه خوندید، گفتید اینجا مسجده، رفتار شما با اینجا عوض بشه. یعنی معنی که به اینجا این همین ساختمون که تا حالا دیروز سالون بود امروز مسجد شده، یه معنی جدید بهش الساق بکنید. شما جهان بیرونی رو معنی میکنید، نتونید معنی کنید نمیتونید تصمیم بگیرید. شما بی تصمیم نمیتونید زندگی کنید. یعنی شما در صورتی میتونید زندگی کنید که تصمیم بگیرید، صبح که با میشین تا شب از تصمیمات ساده تا تصمیمات پیچیده شد هزار تا تصمیم بگیرید. شما تصمیم میگیرید پشت دست این بچه بزنید، شما تصمیم میگیرین به این بچه صبحانه بدین، شما تصمیم میگیرین اینو بفرستید مدرسه، اون فلان چی دفترش هم بذارید. شما همه اینا برای شما معنی داره. این پشت دست این بچه دادن معنی داره، نزدن معنی داره، بوسیدنش معنی داره. شما اگر این مجموعه تصمیمات رو نگیرید و این مجموعه باورها رو نداشته باشید و این مجموعه باورها رو به بیرون الساق نکنید، تو تصمیم گیری نمیتونید تصمیم بگیرید. یعنی صبح که پاشید نمیدونید چی کار کنید. شما آگاهی دارید که تصمیم میگیرید امروز سوار مترو بشید، صد تا باور بغل هم چیدید که سوار مترو بشید که مترو بهتره، مترو بهتره، این چی کن پیاده میرم اونجا میرم، سوار مترو میرم میرم اونجا پیاده میشم. حالا چرا یه باور دینی که ارزونتر تموم میشه، یه باور دینی که تو ترافیک گیر نمی کنی، یه باور دینی که راحت تری، و و و و اینا رو. شما برای زندگی کردن یک مجموعه قواعدی که این تصمیمات و روابط رو براتون تسهیل میکنه بهش احتیاج داری. اینها در واقع بخش اعظمش به صورت تاریخی ساخته میشه، بعد به ما که میرسه پامونو میذاریم تو دنیا، ما وارد در واقع اون قواعد میشیم. این قواعد ساخته شده، ما وارد اون قواعد میشیم. حالا بعضیش هم ممکنه من تغییر بدم، بعضیش هم ممکنه ما مجموعه همون تغییر بدیم، ولی اون قواعد ساخته شده است. شما به چه حساب فارسی صحبت میکنی؟ اینا که تهران به دنیا میان با یه لهجه خاصی فارسی صحبت میکنن، به چه حسابی؟ اینهایی که تهران به دنیا میان معمولا شیعه، حالا ملتزم باشن یا نباشن شیعه. خب
و یه آدابی رو هم روایت میکنه، یه روزی ممکنه نظری بدن، یه روزی ممکنه نظری بگیرن. این قواعد از کجا اومده؟ و برای این کار مبارزه کنن، برای اون کار بی‌تفاوت باشن، این مسائل رو بهش توجه بکنن، اون مسائل رو بهش توجه نکنن. پس شما در واقع در یک مجموعه قواعد بسیار پیچیده که ما برای تسهیل زندگیمون تو تاریخ سامون دادیم، وارد عرصه زندگی، وارد اجتماع میشین. یعنی شما در واقع یک تبدیل میشین به یک موجود تاریخی. ببین در این حالی که الان ما واقف نیستیم، ولی تبدیل میشیم به موجود تاریخی. شما اگه تو پابه به دنیا آمده بودین، الان شافعی بودین، هر چیم بهتون میگفتن زیربار نمیرفتین که این شافعی شیعه بهتر از شافعیه یا شافعی بهتر، و اون سر کار خود صف استاده بود، هیچ جوری زیربار نمیرفت که شما یک دونه نقطه بذارید بغلش. مثل الانی که دوستان ما اینجای به هیچ وجه آمادگی ندارن که یه موقعی شما یه نقدی بزنی به قرآن، یه نقدی بزنی به شیعه جدی، یه جاییشو بگی آقا ولش کن، آقا اینجا چی کار داری حالا انقدر صفر گرفتی میکشی، چی ازش حاصل میشه حالا این کشیدن و فلان اینا، هی چرا نمیکنی؟ واقعا تحقیق کردین به اینجا رسیدین؟ چرا حنفی نیستین؟ این قواعدیه که تاریخ خواسته شما به مرور شکل داده. حالا عوامل مختلف هم در این شکلگیری این تاریخ مؤثره، اینو شکل داده و برای شما به یادگار گذاشته. خب یه توانایی هم از این مجموعه بر میاد، یه توانایی هم از این مجموعه که به در واقع ما به ارث میبریم بر نمیاد. من حالا بذار برم سر یه نکته‌ای که الان یه خورده حساس کنم شما رو. ببینید شما اگر اینی که مثلا ورثه هزار سال زندگی ایلات باشین، یعنی ایلات بر شما حکومت کرده باشن، شما خیال کنین نه هیچ ایلی نیست الان، کجا ایلات؟ ما الان با پول نفت این اروپایی، با پول نفع این اروپا داریم زندگی میکنیم. خب شما همین الان میتونین از اینجا که وایسادی، یعنی این هزار سال رو یه خط بکشین روش، از همینجا که وایسادین اوج بگیریم بیان رو چپ چپ سوسیالیسم بشینه، بگین یه جامعه بی طبقه توحیدی بدون کوخنشین میخوام، بعد همه با هم برابر باشن، عدالت اینجوری باشه، سیاست اینجوری باشه، چه اینجوری باشه. شما از اینجا که میخوای اوج بگیری بیای اینجا بنشینی، به چه حسابی میتونی همچین داوری رو بکنی که نهادهای این ساخته شده نیست، قواعد بازی این ساخته شده نیست، گروه هایی که باید از این حمایت کنن ساخته شده نیستن، اون چیزایی که ساخته شده شما وارث در واقع زندگی ایلی هستید که بهتون به ارث رسیده، این زندگی ایلی به کجا میخواد خط بشه بره و کجا میخواد سردر بره؟ شما میخوان این مسیر هم پرواز کنید برید به یه اوجک سوسیالیزم پاکیزهی که اصلا خدا نیافریده دسترسی پیدا بکنید، بعد به یک عدالت اجتماعی بی‌منتها، یک آزادی بسیار خوب که اصلا هیچ جانی ملائک هم گمون نکنم بهش دسترسی نگه، به اینا دسترسی کنی، اون دسترسی پیدا کنی، اونم با پول نفت، نه ناشی از عمل کرده اجتماع، با پول نفت. یه مش کچل و تراخومی و ارزم به حضور شما، بی سواد و بی مدرسه و عرضم به حضور شما، با بدون امکانات هیچی و تو ایلات مختلف و عشایر و قبایل زندگی میکردن، یه دفعه با پول نفت خیابون درست کردن، پر و ماشین کردن، این کار کردن، یه دفعه هم حواس کردن که این روابط اجتماعیشون رو از اینجا تغییر بدن برسونن به اونجایی که هیچ گنوز بهش نرسیده.
یعنی هیچ جامعه‌ای رو که سرگ میکشی ندارن ما، ولی که میخوام بریم به اونجا. این ناشی از اینه که نمیدونی از کجا اومدی، از کجا اومدیم تا به اینجا رسیدیم. من متاسفم یه چند تا مثال میزنم ولی واقعا متاسفم، تأسف میخورم. شما ببینید که مثلا یک کسایی خیلی هوشیار بودن، بعد اون وقت آدم گاهی وقتا فکر میکنه که مثلا اون من چون سنم اقتضا میکنه قبل از انقلاب یادمه، اون وقت فکر میکنم که همه اون جمع اندیشه ها، حالا نمیخواد 100% همه رو بگم، ولی همه اون جمع اندیشه هایی که اونجا شکل گرفته بود برای تغییر و تحول، مثلا متاسفانه اندازه خانم لمتون که جاسوس انگلیس بود و کتابای شاخصی هم در مورد ایران نوشته، به اندازه این عمیق نبودن. خانم لمتون تو این کتاب تاریخ ایران جمع‌آوری کمبریج، 10 جلده، کتاب بزرگیه. این جلد پنجمش من دوست داشتم، مثلا اینجا الان کتابخونه بودیم، کتابم اینجا بود، تو خونه هم نبود که بیارم، با خودم می آوردم اینجا براتون می خوندم. خانم لمتون، حالا من هیچ وقتم این چیزه یادم نمونه، ولی اینو دیگه اصلا یادم نره، صفحه 201 اون جلد پنجم یه مقاله داره حدود 67-8 صفحه. عمق این مقاله حداقل 80-90% دانش اونایی که میخواستن این سوسیالیسم اینجا پر بدن بیارن اینجا بشونن بیشتر. میتونین بخونید ببینید. گفتش که خانم لمتون اونجا یه حرف اصلا وحشتناک، خیلی تعجب آور، خیلی عمیق، میگه هر کی که میخواد بفهمه که ایرانی ها تو قرن 19 و 20 به سوالاتشون چه پاسخهایی میدن، باید تاریخ سلجوقیان و نظام سیاسی درونی سلجوقیان رو عمیق بخونه. آقا شما فکر کنی یه معلمی اومده سر کلاس میگه میخوای بفهمی که امروز چه جوابایی میدی؟ بیاره برو اونا رو مطالعه کن. سلجوقیان اولین قوم چوپونی هستند که تو ایران حکومت را انداختن. حالا قبلش هم خردریز بوده، حالا ولی که درست حسابی اولین چوپونایی که اومدن اینا بودن که بعد بودن تا انتهای قاجار. اینا چه عمل کرده داشتن تو تاریخ، چجوری داشتن حکومت میکردن، چی شد؟ ببین من بعضی مسائلشو الان عنوان میکنم، بعضی تک تکی مسائلشو عنوان میکنم که شما نگاه کنید ببینید چجوری تا الان دوام آورده. تا الان تا اون مکانیزمو نشناسن که ببینن اون چطوری این اتفاق افتاد، این نمیشه. من حالا قبل از اینکه بگم یه نکته دیگه هم براتون میگم. یک کتاب داره خانم لمتون که اولین کتابش که به فارسی ترجمه شده به نام مالک و زاره در ایران، خیلی باش آشنا، خیلی کتاب قویه. حالا ممکنه احتیاج بشه به بازسازی، نوسازی، ویرایش، چه خیلی هم قطور کتابش. اونجا 3 تا پاشنه آشیل معرفی میکنه، 3 تا پاشنه آشیل وارد برای تاریخ تمدن ایران معرفی میکنه، یعنی میشناخته این ستا رو، یا اونجا این ستا رو معرفی میکنه. شما میدونید تو انقلاب ایرانی ها خودشون زدن تو اون ستا پاشنه آشیل. به این خاطر زدن که تاریخ رو نمیشناختن. اگر تاریخ رو میشناختن تو اون پاشنه آشیل ها نمیشن. حالا عرض بکنم خدمت آقا شما یه خود ممنوعیت من رو اینجا رو هم در نظر بگیر. عنایت بکنی بعد
گفتش که شما اگر میخواهید بفهمید که چه پاسخهایی تو قرن 19 20 میدید باید تاریخ سلجوقیان. اونجا تو مقاله که شما وارد شید تو همون خط از نیمه صفحه شروع شده 5-6-7-8 خط هست، این 7-8 خط اینو میده که در دوران سلجوقیان چیزایی شکل گرفت که تداوم پیدا کرد تا الان. شناخت اونا موجب میشه که حالا رو خوب تر بشه. ببین تاریخ هایی که الان می نویسن، یا اگه یه استاد تاریخ آورده بودین اینجا نشسته بود، یه استاد تاریخ به شما می گفت که افتخار ایرانی هاست که حالا اینو که آقای بازرگان خیلی قشنگ تعریف می کرد تو این سازگاری ایرانی ها، من اینجا تکرار نمی کنم، با افتخار ایرانی هاست که قوم خارجی که اومدن توی کشور اینا رو گرفتن خلاصه خود ایرانیشون کردن و فلان کردن اینا. بله؟ آره من اون تعبیر آقای بازرگان رو بکار نمیبرم. بعد این میاد میگم مثلا فرض کن دیوان، اداره دیوان کشور، دیوانی ها دستگاه اداری کشور دست ایرانی ها بود، اون قسمتش که مربوط میشد به نظامیگری و فلان و فلان و فلان اونا دست اون چپونا بود و دست اون ترکا. این چه افتخاری دار آقا که کشور رو دستت بگیرن، بعد که گرفتن یه گوشش تو رو صدا کنن حمالی کنی، هر وقت هم نخواستن عوضت کنی، چه افتخاری دار. بعدم خب اونا بلد نبودن اداره کنن، اینا چون قدیمی تر بودن، جلوتر بودن و سیستم اداری کشور رو اداره کرده بودن، مخصوصا اون بخش مالیات گرفتن اونجاش خیلی مهم بود دوستاشون و چیزای شبیه این رو اداره کرده بودن. ولی کن کسی نمیگه که آقا این سلجوقیان که اومدن سر کار چرا بالای هرم سیاسی اینقدر ناامن بود، که همون اول چند تا از شاهای تراز یکشون پوشاری هم نبودن، شاهای خوبی هم بودن، با اونای دیگه مقایسهشون میکنن مثل البرسلان و ملک شاه و اینا کشته شدن، بعد اگه اینا هم کشته شدن یه هرج و مرجی تو کشور دائم شد، این اونو بکش اونو بکش اونو بکش، بچه های البرسلان رو کشتن همینجوری دائم. حالا نمیخوام ریزکاری های تاریخ هاستون میگن، فقط همینقدر اسمشو میذارم. اون بالای هرم سیاسی به شدت ناامن بود و این ناامنی همین جوری ادامه داشت. ببین شما به آقا محمد خان قاجار که میرسین، حالا هم خودش کشته شد، هم آقا محمد خان قاجار این برادراشو سر میبری قشنگ میشد، عطر و گلاب و همیشه هم بهشون میزد، میداد دست این فتلیشا که اون موقع فتلی میرزا بود، میگفت قرم ساق من اینا رو به خاطر تو میکشم که تو بعدن بتونی حکومت کنی راحت. یعنی یه تصویه این چینینی دائمی این بالا. چرا کسی این تاریخ رو نشناسه بعد خیال میکنه که اگه مثلا آقای ایکس رو برداشتن علی رضاقلی رو گذاشتن اینجا که خیلی آدم خوبی و خیلی هم میشناسنش و خیلی هم متدین و خطا کار نیست، اون وقت علی رضاقلی فردا اینجا رو مثلا بهشت میکنه، چنین میکنه چنان میکنه. من نمیدونم علی رضاقلی یه مش ابزارهای خشن داره، بزرگ ویدو کنه همه رو به کار میگیره، بعد هر وقت لازم بشه کشتار میکنه، اینجوری میکنه اینجوری میکنه. فقط در یه صورت میشه داد دست علی رضاقلی که علی رضاقلی محدود باشه، امکانات در اختیارش نباشه. یک مجموعه نهادهای پشتیبانی کننده وجود داشته باشن که نگذارن از خط خارج شه، خاص از خط خارج شه بتونن بگیرن نگهش دارن و الا از خط خارج میشه. شما این کتاب جامعه سالم و این کتاب گریز از آزادی ایریک فروم و اون کتاب تحلیل جباریت مانسش فربر رو نگاه کنیم، اون میگه بابا این جامعه پر هیتلره، فقط شرایط فراهم بشه
فیلتری میکنن. شما نگران نباشید، تنها کاری که میکنین اونجا رو عجلش رو بگیرید. ببینید یه اشتباهی که مسلمان ها میکنن و کردن اینه که خیلی علاقمندن انسان و خلیفه خدا ببینن. من نمیدونم یکی دو تاشون شاید خلیفه خدا باشن، کجا هن اونم من ندیدم. من تو این عمر خودم که حالا همشم تو مسجد و این طرف اون طرف بودم این خلیفه ها رو ندیدم. خب حالا شاید من کجبینم، دوبینم، لوکم، نمیتونم ببینم. حالا شما اگه دیدین به ما هم بگید. اون حیوانی که خدا آفرید که بیلدورانت میگه که بعد از اینه که اون اصل ایمان رو مینویسه یه بحثی داره، میگه خداوند میگه که هیچ حیوانی در رنده تر از مؤمن متعصب نیست. یعنی اینه که این آدم همیشه میدونی که اروپایی هم تو این تئوری های سیاسیشون هیچ جوری انسان خلیفت الله و اینا نمیدونن. میگن این گرگ پاره میکنه، این ارزم به حضورش گرگ دستکش دستش کرده شناسایی نشه، این ارزم به حضور شما که تو خشونت هیچ رحم و مروت نداره مگه این که بتونی شما دندونه خشنشو بکنی که نتونه دیگه بگذه. این اشتباه رو اونا کردن و توضیح دادن که بالاخره غیر واقع. خود قرآن هم خودتون میدونین، حالا من نمیخوام اینجا قرآن رو تفسیر کنم، چقدر گفته این انسان ولوع، حریص، چماع، طاقی، یاقی، ارزم به حضور شما پاش بیفته از هیچی نمیذره اینا. حالا خب اگه اینا رو همه رو گفته شما باید اون احتیاط های مولانا نصرالدین رو بکنید، دستمال منو ببندید. بابا چرا دستمال ما رو ببندیم؟ حالا شاید عوض کرد یه کارایی بکنه، حالا ببندیمش با خیال راحت تر. خب این تیکه رو دارین شما، از این تیکه رو شما دارین از خانوم لمتون. ببینین این ننگه برای ما که یه خانوم فرانسوی یا یه خانوم انگلیسی وابسته به سفارت انگلیس، البته خیلی خانم هوشمند و باذکاوت و انصافا هم با سواد بود، آقایین حالا اون نکات مثبتش رو من بگم، کتاباش تقریبا همشون مرجعن، یعنی کتاب دست دوم و یه چیز پیش با افتاده این ننوشته. بعد مثلا 7-8 لهجه گویش فارسی رو بلد بود که اگه با اونو صحبت میکرد هیچ کسی از خود اون زبون نمیتونست متوجه بشه که این اهل اینجانی. مثلا اگه کاشی صحبت میکرد نمیدونستن کاشینی. خیلی قوی بود اون داستان. اگر خواستین داستانش هم تو چیز پیگیری کنی، یه شماره بخارا حراجی و خانم لمتون وقتی فوت کرده نوشته، واقعا اگه حوصله دارین بگیرین بخونین. بعد اون شماره نه یه دونه یا دو تا بعد اون شماره دوباره یه چکه های از خانوم لمتون نوشته از این کار جاسوسیش و گرفتن مولر جاسوس آلمانیه توی کجا؟ توی کاشان، که واقعا عبرت آموزه که شما اینقدر روانتون مسلط باشه که بتونین لحجه های کاشی رو هم بگید با هم دیگه فرق داره، بری اونجا خودتو جا بندازی، بعد بری زنی یه نفر بشی و بعد نمیدونم زنی یه باقون بشی و بعد کشش بدی و ادامه بدی به حفظ بزنی که مولر اینجاست و نهایت هم مولر رو هم اونجا بگیری. بعد داستانش خیلی شنیدنیه، خیلی خوشتیپ و خوش قیافه بود. من الان در مقام اون نیستم که اون داستان اینجا باز کنم الان برای شما، ولی میخوام بگم باعث خجالت ما هست، باعث خجالت ما هست. این الان دو تا مورد آوردم راجع به اینی که تاریخ رو اگر آدم نشناسه نمیدونه چی کار داره میکنه، نمیدونه چی کار خواهد کرد، نمیدونه کجا خواهد رفت، چون اتفاقات زیادی توی جامعه بروز میکنه
عرضم به حضور شما اتفاقات زیادی میفته. این تاریخ‌دانی به اضافه شامه قوی تو اقتصاد و جامعه و سیاست کمک میکنه. حالا اینا که کمتر میخوام اینا تاریخ‌دانی، من منظورم این نیستش که شما تاریخ وقایع نگارانه رو بدونی، شما باید تاریخ تحلیلی رو بدونی. ببینید شما باید بگی که رأس هرم سلجوقیان چرا ناامن بود، یعنی این ائتلاف ها زود شکسته می شد، اینو ترور می کردن، اونو می کشتن، اینو می کشتن، اون حذف می شد، این حذف می شد. شما همین داستان رو کش بدین همین جوری میان. این که میگی به تاریخ وابستگی ما داریم به تاریخ، این داستان رو کش بدین همین جوری میاد. حالا من یه نمونه شو براتون میگم که در محدوده اینجاست. شما 7 نخست وزیر سلجوقیان همون ابتدای امر کشته شده. یکی امیرالملک کندری بود. امیرالملک کندری یه فاضلی بود، یه دانشمندکی بود برای خودش، آدم معمولی نبود. 20 سال هم نخست وزیر بود، 20 سال نخست وزیر طغرل بود. این خواجه نظام الملک اومد، این خواجه نظام الملک در واقع که تو دستگاه دیوانی با پدرش میلولیدن همیشه تو خراسان، بالاخره اینقدر رد شد نخست وزیر. وقتی شد نخست وزیر اولین کاری که کرد امیرالملک کندری رو کشتن، مسلش کردن، هر تیکش هم فرستادن به یه شهری. میگن سرشو بردن در کندر که الان ترشیز و بردستن اسمش اون منطقه جنوب خراسان، که من چند دفعه خواستم برم اونجا زیارتش. متاسفانه وقتایی که رسیدم اونجا شب بود، تاریک بود، امکان اینی که هم بمونم نبود، هم امکان اینی که جای مشخصی باشه برم زیارت نبود. خواستم بگردم جاشو پیدا کنم. بعد خود خواجه نظام الملک هم کشتن. این دوتا 3 پسرهای خواجه نظام الملک هم که نخست وزیر شدن کشتن، این 5. بعد 2 از نوای خواجه نظام الملک هم که نخست وزیر شدن کشتن، این 7. این اول بسم الله 2 پادشاه خودشون هم کشتن. اولین سوالی که مطرح میشه تو زن که یه زندگی ایلی چجوری در واقع این ناامنی در رأس هرم چرا اینجوریه، چرا به این شکله؟ اینو باید پاسخ گفت، اینا رو باید پاسخ گفت. اون که میگه هر کاری اونجا کردن اعدامه پیدا کرد، شما نخست وزیر در زمان محمد رضا شاه چند تا کشته شدن یادتونه؟ ترور کردن، هر کاریشون کردن چند تا بودن؟ تیمورتاش که نخست وزیر نبود، 4 حالا دیگه اسمشون نبریم، 4 نفرشون میکشن. چرا؟ تو انگلیس هم مگه نخست وزیر میکشن؟ تو فرانسه هم مگه نخست وزیر میکشن؟ چه داستانیه؟ تصفیه حساب ها میاد اینجا صورت میگیره، کیا تصفیه حساب میکنن، چجوری تصفیه حساب میکنن؟ حالا مصدق هم کاری نداره. این ببینید کسانی که وارد کار سیاست میشن، کسانی که وارد کارهای اجتماعی میشن، حد اقل پاسخ رو باید برای اینا داشته باشن. اگر حد اقل پاسخ رو برای اینا نداشته باشن، عذر میخوام. ما نورسیت تعبیری داره، میگه ما تو اوج داناییمون تو جامعه کورمال را میریم. یعنی اینجوری نیست که خیلی مسائل واسمون شفاف باشه و یه واقعیتیه. شما این بچه رو میبرید میذارید مدرسه، این تجربه رو همه تون، این بچه رو میبرید میذارید این مدرسه، هی که این بچه اینجا خیلی خوب عذاب عمل بیاد و اینجوری باشه اینجوری باشه، اونجا دوتا پیچ بخوره تو همشاگردیاش و معلمش و نمیدونم فضای این، یا یه چیزی میشه که اصلا شما نمیخواست، اصلا بیزار میشه از بچه و نمیدونم اون نتایجی که با بار اومد از اون درس خوندنش و همه اینا، میگه بابا چی شو. به همین سادگی، یعنی به همین سادگی ما کورمال را میریم. ها
حالا کارهایی که دیگه اجتماع رو تغییر میده و اجتماع رو به هم میریزه و اصلا یک بنای دیگری میخواد بکنه که اونو اصلا امکان نداره که شما بتونی حدس بزنی ببینی چه اتفاقی میفته. اونو حالا اگه دوست داشتین اونو تعقیب بکنین، این خانم این آقا جامعه باز و دشمنانش پوپر، شما تو کتاب پوپر هم اونجا نگاه میکنین استدلالایی که علیه انقلاب کرده، یه سری استدلالای علمی کرده که علیه انقلاب که به این دلایل انقلاب یه انقلاب. اینا همش ناشی از اون دانش و عمق نگاه اوناست. من این نگاه رو توی مسلمان ها من ندیدم، ممکنه یکی داشت، من ندیدم و این باعث تأسف من. این دوتا نمونه، بریم سر نمونه سوم. من یه جا رو آدرس میدم اگه دوست داشتین بریم بخونین، اگه دوست داشتین خود نمیخونین هیچ مشکلی نداریم. ببینین فروپاشی ساسانیان با یه سری مشکلاتش تقریبا از قبل از انوشیروان و اینا شروع شده بود، احتمالا اون قیامای مزدک و مانی و اینا همه نشانه ناراحتی های تو سطح جامعه بود و منجر شد به فروپاشی. ولی خب انوشیروان 48 سال پادشاه بود و محکمش کرد، دوباره تثبیت کرد. بعد از انوشیروان یه سقوط آزاد اومدن اینا نصف نیمه، بعد سقوط آزادشون کامل شد، دیگه چترشون باز نشد. اتفاقات زیادی تو تاریخ ساسانیان افتاد که منجر به این شد که وقتی برخورد کردن با عربا دیگه نه تو داخل کسی حس و حال جنگیدن داشت، نه تو فرمانده ها حس و حال جنگیدن بود، نه یه همچین تثبیتی تو حکومت بود، هیچی. خلاصه فرو ریخت. بعضی فرو ریختن ها فرو ریختن هاییه که دیگه بلند نمیشه. بعضی اتفاقات تو جامعه میفته شما بهش فکر نمی کنید، یا اینی که فکر میکنید نتایجش رو بتونید کنترل کنید، نتایجی به هیچ وجه قابل کنترل نخواهد. ببین باز یه نکته هوشیارانه میگم، تو رو خدا به این توجه کن. این ریچارد فرای شما میشناسین؟ ببین ریچارد فرای همون بود که شاگرد پاپ بود، پاپ بغل زاینده رو دست کردم به وصیت خودش. اینم ایران شناس بود، شیراز تدریس میکرد، باستان شناس بود، ایران شناس بود، کتابای فوق العاده قوی داره، فوق العاده قوی. یه مصاحبه هم مصاحبه شفاهی هم داره، خیلی اون مصاحبه شفاهی جالب، اگه تونستین اونو بگیری بخونین که خیلی خوبه. البته اونجا فارسی چون صحبت میکنه یه خود فارسیش غلط داره، ولی مشکل ایجاد نمیکنه برای اینی که بخونی. اونجا ریچارد فرای میگه که حالا توجه کنین، ایرانشناس خیلی ورزیده بود، خیلی ورزیده بود. اونجا ریچارد فرای میگه که اعلم از من پرسید، وزیر دربار شاه، گفت از من پرسید بزرگترین مشکل ایران چیه؟ گفت من گفتم کم آبی. گفت خیلی رفت تو همو متاثر شد، با مسئله آشنا بود، متاسف شد، گفتش که اگر بزرگترین مشکل ایران کم آبی بود، یه جوری هم گفته که مثل که همینه کم آبیه. خب ما نمیتونیم جمعیتمون رو افزایش بدیم، نمیتونیم صنعتی بشیم. گفت اگر این کار رو بکنیم وارد بحرانهای بزرگ میشیم. ببینید شما سر بحران‌های بزرگ پیدا شده الان، شما اینجوری نرین، نمیدونم یه خورده فساد شده مردم ناراحتن، یه خورده گرونی شده مردم ناراحتن، نمیدونم تحریم شده، وارد اون مرحله شدید.
یعنی یک جمعیتی که گنجایشش فلات ایران نداره، اون جمعیت رو آوردین رو ایران. ایران 10 میلیون نفر بیشتر نمیتونه با این جغرافیا درست نگه داره. من حالا فرصتم نیست، اگه بود من اون بخش جغرافیا رو هم باز میکردم، چون تاریخ رو جغرافیا شکل میگیره، یادتون باشه. تاریخ رو هوا شکل نمیگیره، نمیدونم رو خلا شکل نمیگیره، نه، تاریخ رو جغرافیا شکل میگیره. تاریخ روی جغرافیا شکل میگیره. جغرافیا یعنی ورود میکنه. حالا من بحث جغرافیا ورود میکنه نمیکنه، چجوری میشه چجوری نمیشه، کی مخالفه کی مخالفه، با اینا وارد اینا نمیشه اصلا. فقط همینقدر میگم، اگه لازم شد یه دفعه میام راجع به جغرافیا صحبت میکنم، که تاریخ روی جغرافیا شکل میگیره. خیلی خوب، این جغرافیا اجازه 5-6 میلیون جمعیت بیشتر نمیداد. هر موقع هم جمعیت افزایش پیدا میکرد، یا بعد گرسنگی میمرد یا بعد مهاجرت، تا اینکه این تکنولوژی جدید حالا موقتا به دادش رسید که شما تونستید با پول نفت روغن بخرید، تخم مرغ بخرید، نمیدونم گندم بخرید، اینا رو با پول نفت بخرید بیارین و اینجا مصرف کنین. دارین هم مصرف میکنین. او میگفتش که چی میگفت؟ او گفتش که اگر اینی که آبه، علم گفت اگر آبه، ما نمیتونیم جمعیت افزایش بدیم، شما جمعیت رو افزایش دادیم، فکر کردین هر آن کس که دندان دهد نان دهد بدهد، کاری نداریم، ما که دشمنی نداریم، بدهد. فکر کردید که همه چیزشون مهیا میشه، همه گرفتاریاشون حل میشه، بکنید اشکال نداره، اگه میشود بشود. ولی اون گفت نمیتونیم صنعتی بشیم. میدونی چرا گفت نمیتونیم صنعتی بشیم؟ به خاطر اینکه از صنعت آب میخواد. شما معمولا دست به هر صنعتی بزنید آب میخواد، آب کم هم نمیخواد، آب زیاد میخواد. فولادسازی آب میخواد. شما برید زاینده رود رو نگاه کنید، ببینید تا کجا میاد. تا اونجا میاد که پیچش میپیچونن، میره تو فولادسازی و میره تو اون ذوب‌آهن هم تمام میشه، خوش میشه. نزدیک لنجان برید ببینید، تا اونجا یه مقدار آب میاد، اونجا تمام میشه. مثل که دیوار کشیدن که بره اونجا مصرف بشه تو فولاد و تو اینا، تمام میشه و آب میاد. ببینید ایران ناشناسی این کار میکنه. شما یکی ایران شناسی، یکی فهم فرایند تحول خیلی کمکتون میکنه که بتونین حدسی بزنین، پیشبینی بکنین چه چیزی ممکنه اتفاق بیفته، چه کمکی ما چه مددی میتونیم بکنیم. این دو مورد یادتون باشه. اما مورد سوم، من متاسفم اینو واسهتون بگم که این ایرانیایی که من دیدم و باهاشون بزرگ شدم، اینا اندازه گردیه خواهر خسرو پرویزم مسائل رو نمی‌شناختن. وقت منم هر وقت تمامه شما به من یاد داشت بدین من تمامش بکنم. یه دست شما هر چقدر دوست داری صحبت میکنم، نمیخوام جمعش کنم. یه روب هم خیلی زیاده. ببینید گفتم که سقوط آزاد از یه جایی شروع شد، اون سقوطه که تقریبا به زمه سقوط آزاد میرفت از خسرو پرویز شروع شد.
بعدش تونتر شد. زمان خسرو پرویز، بین خسرو پرویز و بهرام چوبینه اختلاف افتاد. من فقط این قسمتش که ربطی داره به بحث خودمون رو میگم، اون قسمت های دیگرش رو نمیگم. اختلاف افتاد. اونایی که میخوان این داستان رو شیک بخونن، قشنگ بخونن، با دقت بخونن، واقعا لذت ببرن، برن تو قسمت خسرو پرویز تو شاهنامه. بعد اونجا که بین بهرام چوبینه و خسرو پرویز عناوین شهر درگیری هست، از اونجا شروع کنن با دقت خوندن که ببینن اینا اختلافشون چجوری شروع شد، چی به هم دیگه گفتن، چی به هم دیگه نگفتن، و نتیجه چی شد. نه، اون چهره بهرام چوبینه به جایی رسید که تو 10 سال 12 تا پادشاه تو ایران عوض شد. متاسفانه بهرام چوبینه هم اهل ری بود، متاسفم بگم، یعنی بچه محل ما بود دیگه، ما هم راضی هستیم در واقع. کرونی ها اهل ری هم دیگه، یعنی راضی هم در واقع. آره متاسفم، اما واقعا من متاسفم که اون بچه محل ما بود باعث این اختشاشات شد. خب بهرام چوبینه هم یه سپهبد خیلی قدری بود و با خسرو پرویز جنگید و خسرو پرویز یه دفعه فراری داد به روم، خیلی خسارت داشت واسه ما تا اون دوباره با رومیا نیرو سر هم کردن اومدن و خب بهرام چوبینه رو شکست دادن اینا. این اتفاقات تاریخیش خیلی مهمه. اون چیزی که مهمه اینه که بهرام چوبینه با خسرو پرویز خیلی اونجا بحث کردن سر حکومت. بعد بهرام چوبینه 5-6 تا از این اعظم سپاهش، سرلشکراش، تیمساراش، اون بزرگانش هم همراهش بودن. اینا خوشبختانه این استدلال هست، ببین حسنش به اینه که این استدلال هست، حرفایی که بهرام چوبینه زده به خسرو پرویز، حرفایی که خسرو پرویز زده به بهرام چوبینه، حرفایی که اون سپهبدا و اون تیمسارا زدن به بهرام چوبینه، جوابایی که بهرام چوبینه داده. بعد ازم به حضور شما حرفایی که گربیه خواهر بهرام چوبینه زده. اون بخش تقریبا یه بخش مبسوط از تاریخ تفکرات سیاسی ایرانه و بسیار ارزنده است. چون شما از اون که برمیگردین از این قسمت که میاید، حالا یه بخشش میفته دست خلافت و ارزن به حضور شما، همون تئوریایی که معمولا مسلمانات برای خلافت تئوریزه کردن. حالا توی کتاب الاحکام سلطانیه الان ترجمه هم پارسی شده، حرفش چه جوری باشه چه جوری نباشه و چه اتفاقاتی افتاد چه اتفاقاتی نیفتاد، اونا خیلی گرگوشانی. اونا مدلش اینجوریه که شما بگی مثلا فرض کنید ولایت فقیه باید عادل باشه، ولی فقیه نباید به کسی سیلی بزند، اگر به کسی سیلی بزند عزل می شود، عرضم به حضور شما ولی فقیه از جانب خداوند است. به این بحث ها اینجوریه تو اون کتاب الاحکام سلطان، ولی اینجا این بحث های واقعیه که بین اینا تو مشاجرات سیاسی در گرفته که اینا تکلیفشون رو با خودشون روشن کنن. خسرو پرویز استدلال میکنه، میگه پادشاهی اولا باید پادشاه ایرانی باشه، دوم مال خاندان پادشاهی باشه یعنی سلطنت باشه، سوم به عنایت الهی مؤید باشه، همون فرح ایزدی، چهارم باید عدالت پیشه کنه. اون تختی به که اینا میرفتن روش میشستن، تخت پادشاهی، اسمش تخت داد بود، تخت داد، یعنی اینجا که نشستی باید عدالت رو. اینا یه دریشی تا از این شرط و شروط ها داشتن. بعد میگفتن شاه هم باید گوهرن شاه باشه هم هنرن، یعنی شاه گوهر شاهی داشته باشه، یعنی اصالتن
و اکتساباً نه فضایل ذاتیش هاش پادشاهی باشه و خاندان شاهی باشه و هم فضایل اکتسابی شاهانه باشه، یعنی چیزایی آموخته باشه که برای شاهی میدونی این که نمیشه هر کنه تو کوچه برداری چپون رو برداری بیرد دوران رو باید ایلو میگفه بوسانده رو را میبورد حالا امروز اومده مثلا میگه ما شاه شدیم. خب من اجمالا خیلی میگه این تئوری در واقع اونجا آسیب دید. بهرام چوبینه در مقابلش استدلال میکرد این تئوری چه فوایدی داره. ولی حالا اینم یه بحث مجزاست، من الان نمیتونم بازش کنم، ولی که اجمالا شما بدونید که شما میدونید که اروپا الان هفتش تا شاه داره دیگه هنوز. ببین اینا رو چیز نیست، اینا رو تجملی نیست، اینا چیز بی خودی نیست ساخته باشن. در واقع اینا من طرفدار محمد رضا شاه و نمیدونم رضا شاه و اینا هم نیستم. اینا هم بگم حالا داشته باشی یه مرضی داشتم از قدیم میگفتم که شاه باید برن اینجا باید جمهوری اسلامی بشه. یعنی چیزی نیست که امروز حالا بگم رضا شاه. حالا رضا شاه و امثال رضا شاه و امثال محمد رضا شاه هم نمیشه داوری یک پارچه کرد. اینا 100 تا کار کردن، تو این 100 تا کار 4 تا اشتباه بوده، 4 تاش مهم نبوده، 60 تاش هم درست بوده. من همینجا یه نوتر به شما با عجله بگم، ببین از این تاریخ نخونی ایران میدونید چه مصیبتی عاید شد؟ که شماها همه مشکلات انداختین سر خانواده پهلوی و گفتین تمام مشکلات ایران سر خانواده پهلویه، در صورتی که توی چرخه شوم ایلی این مشکلات هی بر هم انباشته شده بودن. یعنی تاریخو که کچلی رو که پهلوی نیاورد، که کچلی بهداشت آورد کچلی رو جمع کرد. این که ایرانی نیروی منسجم نظامیه که وحدت ملی بده به ایران نداشت، به پهلوی چه ربطی داره؟ پهلوی آقا بذار من صحبت هم بکنم آراش. من الان بحثم مصدق من بریم نه من ببینی ما سوال جواب دارین سوال جواب کنیم. منم الان گفتم نمیخوام دفاع بکنم، ولی که من میخوام به شما بگم که شما اون چی که تو چرخه شوم تاریخ ایران از کاستی ها انباشته شده بود اینا رو گشتین گردن اینا، گذاشتین یا نذاشتین؟ ببینم بی‌سوادی تاریخی ایران، مدرسه نداشتن بی تاریخی ایران، صاف صنعت نشدن تاریخی ایران، اینا مقصرش اینا بودن؟ اصلا بود که مقصرش اینا باشن؟ نه آقا بعد من حرفم با شما اینه، ببین حرفم اینه، حالا یکی قبول نکنه هیچ مشکلی من ندارم. من میگم که 1000 تا 100 تا مشکل تاریخی که ممکنه مال 1000 سال پیش بوده باشه شب میشم ثابت کنی کدومش مال کدوم تاریخ بوده، انباشته شده رو هم رسیده به پهلوی. پهلوی ها 30 تاشو تونستن حل کنن، 4 تا کار خلاف هم کردن، کودتا کردن علیه مصدق، اون کار بعدم کردن، اون کار بعدم کردن. یعنی که فرض کنین محمد رضا شاه وقتی که زور گرفت، اون بنیانگذاران صنعت ایرانی که از سال 40 داشتن قیافه ایران رو تغییر میدادن و بون مدیرای تراز اول ایران مثل محمد یگانه، صفیه اصفیا، ابوالحسن ابتهاج، اینقدر دیگه چیز شده بود، این شده بود، قهره شده بود که اینا رو دستاشون رو کوتاه کرد. اینا ممکن بود ایران رو باز به یه شکل بهتری در بیارن. حالی خانی حالا کاری ندارم. ببین این از تاریخ نادانیه.
اگه کسی میدونست که بابا این سطح و مشکلی که میگه اصلا ربطی به اینا نداره، اینا خودشون هم اینه ما تازه با اون محمد رضا شاه هم سن سال من بود کمتر زیاد به دنیا آمده و کجا تخصیل تو تراخومی و کچل و تریاکی و نمیدونم ارزم به حضور شما نبودن صنعت و اینا اون با کجا دست با اونا چیز داشت، گناهای خودش تقصیر خودش، مقصرم خودش، حالا هر گناهی کرد. خب حالا برگردیم بریم هی دوباره سر خط اول. ببینید بهرام چوبنی، ببینید اینا با همدیگه استدلال میکردن علیه شاهنشاهی. من بحثم اینه ولی براتون یه وقتی دیگه اینو باز میکنم که نظام شاهنشاهی یک اختراع بشریه، مال اینجا هم نی تو ایران، یک اختراع بشریه برای انجام یه سری تعهدات در جامعه که بعد سو استفاده هم ازش شده. ولی هرچی از اختراع بشریه، اینجا هم تنها نبوده، مگه آلمان امپراتور نداشت، مگه روسیه امپراتور نداشت، مگه انگلیس نداشت، اون یکی این یکی این یکی چین مگه نداشت، اونجا نداشت. یه نفر جامعه شناس میگم تاریخدانه که شامش قویه تو علوم سیاسی میگه این برای چی اینجوری این درست شده. مثلا الان شما میدونی که راجع به اقتدار پدرها خیلی خانما صحبت میکنن اینا، ولی یکی نمیگه که ببینم اصلا برای چی اینا اقتدار پیدا کردن، برای این اقتدارشون چه وظایفی مترتب بود که اگر این اقتدار رو پیدا نمیکردن اون کانون و خانوادهشون با هم میریخت. چرا؟ این سوال رو نمی کنن ولی اون سوال رو می کنن. ببین یه نفر آدمی که بخواد عمیق اینا رو نگاه بکنه اینجاشون آقا واسه چی؟ واسه چی؟ اصلا بگوییم این پدر واسه چی اینقدر اقتدار داره تو خونه؟ الان که ندارن من دو خدا حالا اون موقع که داشته من دو دهشهی این مال چیه؟ پادشاهی هم همینه، شما بپرس سوال کنه آقا واسه چیه نظام پادشاهی به وجود میاد؟ اونا توی ساسانیان و قبلش این نظام پادشاهی رو یه جوری محکم کرده باشن که تا اونجا که ممکنه هزینه های جانشینی کاهش پیدا کنه. یکی از فاجعه آمیزترین هزینه ها تو سیاست هزینه های جانشینیه که حکومت امروز عوض شه، فردا عوض شه، پس فردا عوض شه، پس اون فردا عوض شه، این میره تا بخواد اون بیاد بشینه یه جارم کش و کشار بشه، اینا اونا رو حذف کنن، اونا رو اونا حذف کنن. ببینید ایران یکی از کشورها باز تاریخی، ایران یکی از کشورهاییه که بیش از کشورهای دیگه حکومتاش عوض میشه. وقت با عوض شدن حکومت‌ها به این سرعت مشکلات زیادی پیش میاد. تصفیه حساب‌های مالی، تصفیه حساب‌های سیاسی، نیروی جدید ارزم به حضور شما اداری مسلط میشه تو موقعیت بهتر، دست میبرن حقوق مالکیت مردم، اقتصاد مختل میشه و این خودش شد رو زایداته. اگه کسی بتونه کاری بکنه که هزینه جانشینی رو بیاره پایین، موزل تعاون رو حل کنه، این طلب برای یه دفعه دیگه هی وعده میدیم یه طرف دیگه موزل تعاون رو حل بکنه، در نتیجه هزینه اجتماعی میاره پایین. شما فکر نکنین اون اتفاقاتی که اونجاها اون بیرون میفته هیچ رفتی به ما نداره. ببین من مثال ساده واسهتون میزنم، اینجا نوشته که 30 کیلومتر سرعت برید، شما نمیرید، گوش نمیکنید، دو تا بچه میره زیر ماشین، اونا بماند، ضایعاتمون بماند برای همه، اون میاد یه تیکه اسفالت اونجا اضافه میکنه، موجیر یه هزینه اضافه میکنه، یه هزینه، یعنی این تعاونی که ما داریم یه هزینه بشه. میای این موجیره رو اگه بخوای یه خود خطرش کم کنی، یه هر روز بیاری رنگ کنی طرف اون طرفشو، یه هزینه دیگه اضافه میشه، ماشینا میخورن تو اون موجگیره، جلوبندیشون داغون میشه. یه دونه 3 کیلومتر که بهت گفته سرعت بری نه نمیخوای گوش بکنی، یه دیدی در سال میلیاردها تومان هزینه گذاشت رو به چیز ملی، رو هزینه های ملی. اینه که شما باید هزینه تعاون رو تا میتونین بیارید پایین. هزینه تعاون تو سیاست اینه که یک سیستم بچینید، این سیستم رو باور داشته باشن، بشینن گوش بکنن و اگه شاه فوت کرد بچهش مثل
شاپور اول بود دیگه دادن تو شکم هم مادرشم بود تاجو بذارن اینجا بگن این شاه کسی تعرض نکنه. من تو این تاریخ تمدن ویلدران بخوندم میگوتش که توی انگلستان اگه 10 نفر با چوب میرفتن میخواستن ملکه رو قصد بگیرن دستگیر کنن میتونست یا پادشاه رو، ولی چیزی آیدشون نمیشون چون با اون کاری پیش نمیرم، ولی که اینجا هرکی رو میکشتن کار پیش میرم. این بازی شطرنج، شطرنج رو ببینید، سیاست ایران هم ببینید. یه سرباز لومپن اون پایین خودشو برسونه میتونه شاه رو مات کنه، شاه رو مات کنه بازی از نو. اون شطرنج بازی غربی نی، بازی شرقیه. تو شاهنامه هم تمام داستانش رو توضیح داده. خب این اسفناک‌ترین شکل حکومتی که میشه ببینی. حالا بهرام چوبینه داره استدلال میکنه، اونا جاشو محکم کردن، بهرام اون استدلال میکنه به هر روی خودش. بهرام چوبینه میگه که تو شاهنامه سزا و ناسزا، سزاوار و ناسزاوار به معنی کسی که سزاوار یعنی کسی که تمام اون ویژگی هایی که باید اون کار خاص یا حکومت و چه و چه و اینا رو داشته باشه داشته، ناسزا هم کسیه که اون ویژگی ها رو نداره. بحثای زیادی میکنن، بهرام چوبینه تزش این تزه که من به شما میگم، این تز بعدن تو تاریخ ایران جا افتاد، تو اول سیاستنامه خواجه نظام الملک بخونین هستش، تو جامع التواریخ تاریخ مبارک قازانی هستش، عرضم به حضور شما تو نصیحت الملوک هست، عرضم به حضور شما همین جوری که میان این تزو میبینید تو عالم آرای تاریخی جلد دوم بین نادرشاه و ابراهیم خان داداشش یک بحث مفصل سیاسی هست، اگه حوصله کردین اونم ببینید. این تزا همه هستش. تزه اینه میگه که هر کی زد گرفت مال اونه. هر کی زد گرفت. این تز همون تزیه که آقا محمد خان اجرا کرد، نادرشاه اجرا کرد. این چوپونا همشون به این تز مجهز بودن که اگه زدن گرفتن بهتره، از ابن زیاد هم بهتره. حالا بلوش بوزو ما بریم. بعد سپه بودایی که همراه بهرام چوبینه اینو میگفت به خسرو پرویز. خسرو پرویز استدلالاتش اونجا بود. حالا اگه خواستیم من یه دفعه کامل اون بحث رو اینجا باز میکنم، فقط همون بحث. استدلال خسرو پرویز این بود که نه، خداوند شاهی رو حالا استدلال میکرد، از داد آفریده، از نژاد آفریده، از گوهر آفریده، از فلان آفریده، باید یه جای محکم قابل احترام اونجا بماند طبق اون نظریه‌ای که بود و بشیم کشور رو اداره کرد. بهرام چوبینه میگفت نه، ما اگه بتونیم بزنیم حتی بگیریم ما خودمون این کارو میکنیم. خب سپه بابایی هم که همراه بهرام چوبینه بودن همین اصطلاح میگفت کنم بزن بگیر، بلس کاری نداری، یه سیبو میندازی بالا، همین اصطلاح هم هست، یه سیبو میندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره، حالا میفته تو دست ما، یه روز پادشاهی کرده بهتر از چند وقت که آدم بنده باشه و اینا. این اصطلاح رو اینا رو میکنن، گردی به هیچ وجه به این اصطلاح رو توجه نمیکنه، همه رو پاسخهای قوی میده. خواهر بهرام چوبینه پاسخهای خیلی قوی میده. آخرش به اون سپهبادی میگه که اگر شاهی آسانتر از اون، میگه کاری نداری شاهی، مشغولی رو یکم میذاریم اونجا، نخست وزیر این نمیدونم چیکه رو میذاریم اونجا، نمیدونم رئیس کجا، اون یکی چوبونه رو میاریم میذاریم اون رئیس فلان جا، اداره میکنم میره، اصلا احتیاجی نداره به این حرف. نخواه بعد گردیه میگه، گردیه هم آخرش جون ری گردیه نجات میده. من دیگه الان وقتم تموم شد به اونا نمیرسم. گردیه بعد میگرده بهش میگه که اگر شاهی آسانتر از بندگی، بندگی هم تو شاهنامه معنی داره،
شما هم تیمسارهایش دوانه شهر رو دیده بودیم با سیل میبستن و عکساشون رو دیده بودیم، این چیزای قشنگی اینجا آفزون میکردن تون لباس رسمی ها و اینا. به پهلوانای ایران هم که جزء دستگاه نظامی میشدن یک کمربندی با همین ویژگی میدادن میبستن، هر کی اینو میبست بنده بود. بنده به معنی برده نه، یعنی این دیگر جزء شخصیت های برازنده تیمسار سپهبد خلاصه کسی اونجا گردیه و خلاصه حرفش اونجا اینه، میگه اگر شاهی آسان تر از بندگی است به این دانش تو بباید گریست، اگر شاهی آسان تر از بندگی است به این دانش تو بباید گریست. یعنی کسی که تاریخ نمیدونه، نمیدونه پادشاهی کردن چقدر سخته، نمیدونه یه ایران نگه داشتن چقدر مشکلات داره، اینا رو نمیدونه، خیال میکنه همه جور میشه ادارهش کرد همه کار. بدان دانش تو بباید گریست، به دانش همه شما و من بباید گریست. و السلام علیکم. محبت کردیم ممنون. سوال های سخت نکن. من یه شرطی داشتم، این از انضباط های آقای مهندس بازرگان بود، اون دفعه هم گفتم، اون یکی دفعه هم گفتم، اون یکی دفعه هم گفتم، الانم میگم. خواهشم اینه سوال دارین از من بکنین، سوال ندارین من میرم اون پایین میشینم، هر کی بخواد سخنرانی کنه بشینه اونجا سخنرانی کنه، هر کی هم بخواد سخنرانی کنه برام مهم نیست، فقط من پا میشم میرم اون پایین، دیگه اینجا نمیشینم پاسخ نمیدم. من به شرطی پاسخ میدم که سوال کن. سخنرانی باشه برای دفعات دیگه تعیین کنید، سخنران شما میان اینجا همیشه ازتون استقبال میشه سخنرانی کنید. من این شرط رو که آقای ناظم من اگر کسی سخنرانی کنه میرم اونجا میشینم، سوال ولی بکنید به اندازه که برایتم جواب. ببخشید چند تا نکته بود توی کمتر از اون خیلی چند تا نکته فرمونیم و متوجه نشدن اگه توضیح بیشتر رو فرمون. یکی فرمونیم عمر برای اینکه اعراب راضی بشن به ایران هم بکن روش غارت رو عوض کرد، اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم. یکی بگید که من بتونم جواب بدم. ببینید من برای اینکه شما رو ببرم سر مخزن تاب و توبم ندم، آقای موحد یه دونه کتاب تازه در آورده به نام چشاکش دین و دولت، اونجا یه بحث مفصل داره. غارت اون موقع اینجوری بود که شما وقتی غارت میکردی یه پنجمش مال غارتی ها بود، بقیهش به شکل دیگه ای تقسیم میشد. اگر شما میخواید دقیق بدونین چجوری تقسیم میشد، این کتاب عشایر مرکزی ایران رو بگیرید، یه فصل مفصل توش نوشته که این غارت چجوری توضیح میشه. ضمن اینکه من یه دوستی داشتم پسر خانس چیز بود، یکی از این خوانین بود، اونم دایر مصورت تعریف میگه که بابا چیکار میکنه، اینا چیکار میکنه، اینا که میدوزن غارت میکنن چیکار میکنه، سر بابای منه چجوری میدن. اون یه شکلی داره، من الان وارد توضیح دادن اون نمیشم که چجوری، ولیکن یک پنجم بود، سهم یک پنجم بود که بقیهش میمه. قوم بجاجه رو برای اینی که عمر تشویق کنه به اینی که به ایران حمله کنن، قانون غارت رو عوض کرد، یک چهارم کرد که سهم اونا بیشتر بشه. شما به اون کتاب منابعش هم آورده، اونجا نگاه کنید. از بزرگتون فرمودیم که تا سازمانی نباشه نمیشه تحول ایجاد کرد. نمونه حضرت علی رو مثال زدیم که معتقد هستیم که نمیتونست تغییراتی بده بلا اینکه سازمانش وجود نداشت. این رو اگر یه بعد توضیح بفرمایید ممنون میشم. از بزرگتون سوال دو تا سوال بعدی رو بکنم و بعدش
شما اجازه بدید همینو من جواب بدم خیلی کوتاه. من جواب میدم، شما به تاریخ اسلام همتون واقفین، میدونین، احتیاج به این که من بحث کنم نداره. ببینید، از زمانی که پیامبر به رحمت خدا رفتن تا وقتی که حضرت علی اومد سر کار چند سال طول کشید؟ 25 سال. تو این 25 سال ثروت هنگفتی از کشورهایی که تحت تجاوز اعراب قرار گرفته بودن منتقل شد به مدینه. تو مدینه میرفتی دیگه کسی عربی صحبت نمیکرد. دختر خانومای مثلا این طرف اون طرف همه اونجا بودن به عنوان کنیز و پسرا و نمیدونم آدمای حالا نظامی غیر نظامی، مثلا ابوالعلو اونجا چیکار میکرد؟ هرمزان اونجا چیکار میکرد؟ ببین همه اینا بالاخره پاشو باز شده بود به اونجا و ثروتمند شده بود مدینه. دیگه اون مدینه گذشته نبود، اون اعراب گذشته نبودن، کسایی نبودن که لنگه لقمه نون باشن. اینقدر از این طرف اون طرف برده بودن که میگن که حالا شریعتی هم اینا رو نوشته تو کاراش که با تبر میشکوندن یه منابع طلا و جواهر و چه و چه و چه و چه. اینا دیگه تن به غارت کردن نمیدادن. این علی هم نمیخواست غارت کنه. من حالا تو اون بحث قبلی نخواستم اینو بگم، ولی کن الان اینجا من اینقدر یه روزی دو اعصاب حضرت علی رفتن که حضرت علی برگشت اصلا چیزی رو که اهلش نیست گفت، منم تعجب کردم. گفت یغارونکم ولا تغیرون، اینا شما رو غارت میکنن و شما اینا رو غارت نمیکنید. یعنی تا اینجا داستان پیش رفت و این باعث تأسفه. بله، علی به طرفدارای خودش گفت. شما اون روز آخر که بخونین، علی اومد تو یک چیز نوشته توضیح داده تو این نهجو بلاغای ابن عبدالحدید، علی اومد اونجا خطبه خون، نوشته که در چه حالی بود، خطبه میخون، گریه میکرد، اشکش چجوری میری، خبر رو ریز ریز توضیح داده. بعد میگه که همه اینا 300 نفر جمع شدن که بیان باش برن صفین دوم را بندازن. بعد علی مجبور شد تو این تنهایی زد به این چیز، این نخل سون، این رفیقاش همراهش رفتن، گفتن ناراحت نباش، گریه میکرد. بعد گفتن بیا با همین 300 نفر بریم. بعد اون وقت مجبور شد گفت من فلانی و فلانی رو فرستادم، اون قوم فلان و فلان رو وزاره بیاره، شما حوصله کنید اونا بیان جواب بیارن ببینیم چی شد. همون شب زدنش رو حتیش کردن. بابا اون دفعه بازی رو برده بود، دستش گرفتن. اون گروه سازمان یافته بود که گرفتن بازی رو دست علی. نه، آماده بودن اونا راحتی رو آسایش رو بودن و با این کنیزا پیچیدن و نمیدونم این اموال رو گرفتن و تقسیم کردن تو خودشون لذت میبردن از این. دیگه حوصله این نداشتن که با یه نوخوش و یه دونه خورما را بیفتن برن جنگ تبوک کرد. البته خدا رحمت کنه آقای طالقانی رو، من نمیدونم کی یادشه، سالگرد آقای طالقانی بود تو خونه آقای رئیس توسی. کیا الان اونجا بودن نبودن یادشون نیست، حالا نبودن اونجا. من سه شب تو همین خصوص، فقط تو همین خصوص که اینا به علی پشت کردن، اونجا صحبت کردم با مستندات نهج البلاغه. این دوم حضورتون بحث بعدی که فرمودین روی مثلا ایران که مثلا حداکثر 10 میلیون یا حتی بیشتر کمتر باشه، مهم اینه که ما چه استفاده بکنیم. ببینین آقای دکتر، ما اگر سیستمای درای کولینگ استفاده بکنیم دیگه مجبور نیستیم که این همه آب برای صنایعمون مصرف بکنیم. سیستمای هلر خب شاید جنابالی روشتون اقتصاد است، منم دکترام اقتصاده. از حضورتون سیستمای هلر الان توی کشورهای پیشرفته هم داره استفاده میشه، ما هنوز از سیستمای تر داریم استفاده میکنیم و یکی از مشکلات ما اینه ما مجبور نیستیم که پالایشگاهامون این همه آب مصرف کنن. آقای دکتر عرضم بذار تمام بشه. ما اشکالمون اینه که
اروپایی که 250 روز در سال به اصطلاح چیز داره، ما سیستمای ویت کولینگ اروپا رو تو ایران پیاده میکنیم. خب ما سیستم درای کولینگ استفاده کنیم، تو اصفهان هم میتونیم داشته باشیم، تو یزد هم میتونیم داشته باشیم، توی جای دیگه هم. بنابراین مهم اینه که تکنولوژی مناسب رو انتخاب کنیم. در ابتدا تشکر میکنم از جناب دکتر قدی که با این همه دانش، حالا بدون اینکه اغراق باشه یا مرد باشه، من کمتر فردی دیدم که اینقدر حافظه قوی و اینقدر دانش داشته باشه و اینقدر بتونه متنوع سخن بگه. انشاءالله که انجمن بتونه بیشتر از ایشون استفاده کنه و به خصوص حافظه خیلی قوی که اینقدر اشارات به کتاب های مختلف و چه مختلف باشه بهشون تبلیغ میدم. نکته دومی که بخواهم خواهش کنم که انجمن اسلامی مهندسی یه فضای کلاسی که یه استاد صحبت کنه سوال کنه نیست. اینطوری هست اینجا چون همه ساله اندیشه این حرف هستن هر چشم یه توضیحی من کوچیکی میدم بعد یه سوالی دارم که این توضیح از استاد سوال میکنم. یه کشور دو تا چیز نیاز داره، یک امنیت ملی، دو منافع ملی. اجازه بدید همینه توی این هست. منافع ملی شامل امنیت ملی، یکی امنیت خارج یعنی باید شکر به این کسا تعرض نکنه، دو امنیت داخلیه. هر دو منافع ملی هم شامل هم بعض اقتصادیه، هم درآمد سرانه ملی، مثلا رفاه مردم، توزیع ثروت، همه این هم پارامترهای زیادی داره که منافع ملی رو تامین میکنه. اونها این دوتا در طول تاریخ متغیره. ما در قدیم وقتی که حمله از کشورهای مثل به کشوری میشد در دوران فئودالیته، یه خیلی با شمشی و اینا میمزن با اصل و این حرفا حمله میکردن، اون یه حالتی داشت. بعد یواش یواش کشورها تونستن سلاحهای پیشرفته‌ای درست کنن، رفت جلو رفت جلو همینطوری سلاح بیشتر بیشتر تا 1945 امریکا از بمب اتم ساخت. تمام بحث امنیت جهان دیگه تغییر پیدا کرد و بعدن یک سری کشورهای دیگه، یک دوران جهان دو قطبی بود، یعنی دو تا نیروی بسیار بزرگ در بالا بودن و تعداد زیاد از کشورهای تقریبا معمولی. و زمان شاه، زمان پهلوی، کاری که کرد اومد به این شکلی دوستا چسبید، تمام منافع ملی رو فدای این دوست بزرگ کرد. تا این که حتی اطلاع دارید 6 تا 8 میلیون نفت در مشکل نفت در روز صادر میکرد، همه رو در حقیقت میداد مثلا به امریکا. اون خودش هست که اصلاحه به حقیقت میخواست به حد نیست خودش به حقیقت حالا به ایدانی هست، حالا بسیاری توی خیلی مفصل بحث نداریم. بعد تغییر کرد، ما در زمان الان در شرط انقلاب در شرط فعلی امنیت و ملیمون به هیچ کشوری وابسته نیست، نه زمانی که قطبی قبلی، نه یه قطبی، نه به کشورهای دیگه، هیچ وابسته نیست، فقط وابسته به خودمونه. این تحریبات به بوچه جامعه های ضرورت مناکومین هم خیلی مفصل از من سوال همینه ما باید به تاریخ از تاریخ استفاده کنیم، فرمایشی کردن آثار به حقیقت تاریخی رو بر سرنوشت خودمون مؤثر بدانیم، ولی باید از تغییرات روز هم استفاده کنیم. مولانا علیه السلام در وصیتش به امام حسن علیه السلام میگه که فرزندم تاریخ بخوان به طوری که حتی اینقدر تاریخ بخوان که احساس کنی که در اون کشور در اون زمانها زندگی میکردی. یه جایی هم میگه فرزند زمان خود باشید. برابر این سوال هم از استاد اینه که درسته که تاریخ مؤثره، ولی به خاطر اینکه همه چیز در حال تغییر هست، ما باید علاوه بر اون فرزند زمان خود باشید، یعنی مسائل رو با مسائل روز نگاه کنید. اگر ممکنه استاد توضیح بدن که این تیخ در حال عوض بشه، این تفکر عوض بشه، از تاریخ باید استفاده کرد به اضافه
شرایط فعلی که حاکم هست بر جهان. تشکر. من تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون. من گمون نمیکنم از حرفای من بر آمده بود که ما از هیچی استفاده نکنیم، فقط تاریخ بکنیم. با سلام خدمت همه و تشکر از سخنران محترم و انجمن. من سه تا سوال دارم که یکی که میپرسم استاد اگه خواستن پاسخ بدن. ایشی گروه سه تا پاشنه آشیل رو که ما شکندیم نگفتی؟ اگه گفتی من متوجه نشدم. نه من نگفتم، شیطنت کردم نگفتم. اگر سلام میدونیم من دو تاشو میگم. خب سومیش خودمون حدس میزنیم. من سومیشو میترسم بگم. یه نفر بود رفته بود همراه یه نفر کار انقلابی کنه، هی میلرزید و عرق میریخت و خیس عرق شده بود و اینا. اون نفر بهش گفتش که چرا نقدر میترسی، چرا نقدر میلرزی اینا، چرا اومدی؟ گفت اومدم به خاطر که انقلابی هم. گفتش که چرا نقدر میترسی میلرزی عرق میریزی؟ گفت آدم هم خطرناکه. حالا شما هر چی که خلاف میدونید بفهم. من دو تاشو به شما میگم. ببین اونجا اون سه تا پاشناشی تشخیص داده و واقعا خیلی مهمه. یکیش اینه که میگه یکی از مشکلات پدیده ایران، یکی از مشکلات اصلی ایران این تغییر دائمی حکومتاشه. شما راحت ها میتونین مقایسه کنه، خیلی راه دور نرین، میتونین ایرانو از زمانی که این تزارای روس اومدن سر کار، ایران هم صفویه اومد سر کار، مقایسه کنین ببینید که چقدر حکومت عوض شد. وقت اینا به راحتی عوض نمی شد که. مثلا وقتی نادرشاه رو کشتن 16 سال طول کشید تا کریم خانم از سر کار. اینا شخ زدن ایرانو، جمعیت 300 هزار نفری اصفهان شد 20 هزار نفر، این داغون می شد. حالا غیر چیزای دیگر، این چیز خیلی ساده ای نبود، آسیب زیادی می زد به کشور. میتونین با عثمانی ها مقایسه کنی که 1453 اومدن سر کار، تو قسطنطنیه رو فتح کردن، اونجا مسلط شدن، بودن تا بعد جنگ جهانی اول که فروپاشی شد. ببین حالا تو ایران چقدر عوض شدن. این یکی میگفت این تغییرات تند و تند اینا، آخه اون تغییرات باعث میشد نظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به هم بریزه. اینکه حسن بره حسن بیاد حالا خیلی چیز مهمی نبود، ولی این آدم گشنه که می اومد سر کار دستش باز می شد، می رفت توی منصری می شد، دستش باز می شد به اموال مردم. چیز می گفتش که این تاریخ حالا بویر اگه بخونین، خواهر این همون استکاری ها احمد و علی و اینا و اون ست داداشی ها میگه که اینا گشنه بودن، بابام بهشون هیچ شام نمیداد، میگفت اگه میخوان یه وعده شام بخورین باید برید از جنگل یه پشت هیزم بیارین تا من این مایهایی که گرفتم یکیشم بدم به شما شام بخورین. شما یه همچین آدمی رو تصور کنین به حکومت برسید، تصور کنین همچین آدم. مثلا چی کار کردن خاجاریه؟ چی کار کردن؟ مگه جز این بود که همه رو تقسیم کردن تو خودشون؟ این شاهزاده های قاجار و خیش قماشون رو همه تقسیم کردن که یه تیکه مملکت رو دادن در سیره ببرد، یعنی این تویول تقسیم کردن. این نکته اول این چیز بود. نکته دوم این گفت یه پاشنه آشیل تمدن ایران اینه که سپاهی ها تو اقتصاد ایران دخالت. این توضیح زیاد میخواد من الان با این وقت کم ورود کنم، موضوع تخریب میشه. چه چجوری میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چجوری منابع تخصیص منابع چجوری میشه؟ یه سومی همون اضافه میکرد حالا به تجربیات انتهای صفویه، میگفت به تجربیات ساسانی، میگفت میگفتش که روحانیت بیان سر کار ایران آسیبای جدی میبینه. من دیگه توضیح نداره،
اینا رو باید از لای اون حرفاش کشید بیرون. دیگه توضیحش در واقع باید ببینیم با چه مکانیزماییه که اگه فرض کنید من بیام سر کار آسیب می‌بینم مدیریت اینجا. این توضیح میخواد، این توضیحات زیادی میخواد که مکانیزم این پیدا بشه. چرا آسیب می‌بینه؟ چرا وقتی که در واقع حاکم در واقع مدعی دینی نیست چه اتفاقی میفته اگر یه خطایی بکنه؟ اگر حاکم مدعی دینی باشه خطا بکنه چه؟ این هم سبو میشه. نه خیلی مشکل آقای نایینی هم فکر کنم تو کتابشون اشاره کرد. بله آقای نایینی هم حالا اون مسئله مرسل که خیلی اطلاعات زیادی راجع برش هست به این آقای آخوند خراسانی و آقای نایینی و کسای دیگه، اصلا یه منابع زیادی هست. الان یک کتاب در اومده دوباره تمام نامه های تمام روحانیت قبل از در واقع ظاهرا مشروطه یا توهول مشروطه مال پسر آقای دوانیه که اون نامه ها هست. اون بحثش مفصله، اونا بحثش مفصله هستش. سال دوباره اینه که خب ما الان چه کار بکنیم که این نهادسازی بکنیم برای جلوگیری از استبداد مجدد، حالا یا استبداد یا این تخریبایی که شما برشمردید؟ الان یه چه باید کرد کوچولوش بده؟ واقعیتش اینه که چه باید کرد گفتن برای من سخته. شما هم همه هر کدومتون یه ایدهی در اون خصوص دارین بدونید، ولی که من اگه بخوام یه چیز خیلی کوتاه بگم، بالاخره هر کی کنشگر اجتماعیه به نظر من لازمه تاریخ خوب بدونه برای اینکه اشتباه کمتر. و آخرین سوالم اینه که چون من طرفدار برابری حقوق مدنی و خانواده زن مرد هستم، یه سوالم اینه آیا در هلند، کشور اسکاندیناوی، نروژ، سوئد، دانمارک، آیا این پیشرفتاشون مثلا زندان اصلا تعطیل میشه و فلان مال اینه که حکومت پادشاهی استبدادی داره یا مال اینه که دموکراسی در خانواده و اجتماع؟ خانم من چون تخصصی تو اونجا ندارم چیزی نمیتونم. با تشکر آقای دکتر. دو تا سوال منو خانم مهندس انجام دادن. من فقط میخواستم در مورد تحقیقات گرچه خانم پروانه شریعت رضوی کردن در مورد به اصطلاح اون نفوذ اعراب به ایران که ایشون بیشتر معتقد از طریق بازرگانی جنگ خیلی کم درگیری پیش اومده، یه جنگ ابتدایی شده و خیلی کوتاه بعد از بین رفته جنگ. حالا اگه مطالعه کردی نمیدونم خانم پروانه شریعت رضوی. من اون کتاب رو نخوندم. نه خانم شریعتی، خانم پروانه شهید رضوی تحصیلش نمی‌کنین. بله یکم این که یه خاطره در مورد مهندس بازرگان که به نظر من انقلابی نبود، با انقلاب مخالف، اگه بگم چون حالا گفتی سخنی نکنین. ما تو تهران پارس تو مسجد که همین جو انقلابی بود، بعد یکی از بچه‌ها رفته و تو مسجد نارمک گفت ایشون سخنرانی کرده، گفته خودتونو به کشتن ندیم. قشنگ اون صحبتش میدون که انقلاب و انقلابیگری کار خوبی نیست. به نظر من ایشون اصلا با انقلاب مخالف بود. به قول خودشون سیل اومد، بارون میخواستن سیل اومد، اگه هم نخواست ساجد و پجرا به خاطر این بودی شاید این سیل رو یه جوری جهت بهش بده. نه حالا امیدواریم دیگه. ببخشید من میگم خیلی کوتاه بود. چشم استاد زمینه که مطالب خیلی خوبی رو ارائه دادن. استاد زمینه که خیلی کتاب خوبی رو مطالب خوبی رو گفتن، ولی مطالبی که گفتن عمدتاً از زبان فرانکسک انگلیسی، فرانکسک فلان. بله اونا معایب خودشون رو نمیگن، اونا نمیگن که مصدق و کی زد زمین، نمیگن نفت و رضا شاه رو کی آورد رو کار. این مسائلی که خودشون این مملکت چقدر خراب کردن یا نمیگم. من چون میگم کم صحبت کن دیگه صحبت نمیگم. صحبت شو شنیدم. آخه بابا تو رو خدا یه حداقل لازمی تو این ذهن من نباید باشه. مگه بحث من بحث این بود که اونو
تو ایران چند تا کودتا کردن، چقدر نمیدونم کیو آوردن کیو بردن، این بحث این نبود، بحث سر تاریخ دانی بود، بحث سر این نبود رضا شاه رو کی آورد، رضا شاه رو کی برد، نمیدونم کی کودتا کرد، کی کودتا رو، اینا رو که همه فوت آبی، ولی هیچ کدومتون نمیدونید که این چیزا که اومدن، این سلجوقی ها که اومدن، این کارشون تداوم پیدا کرد تا هیچ کدومتون همه نبورتید این چرا این ائتلاف اون بالا شکننده بود، این تداوم پیدا کرد، اون ائتلاف اون بالا چرا شکننده بود، تداوم پیدا کرد. این سوالا رو همه رو خودتون جواباشو دارین، شما میدونین، هزار بارم خودتون واسه خودتون تکرار کردین، من دیگه اینجا متعرض شما بشم که رضا شاه رو چی آورد چی برد، نمیدونم کجا چی شد چی شد، ولی شما خودتون هم همه تون میدونین که کچلی رو اون بار انداخته یا که اون جمع کرد، نمیدونم مدرسه رو اون تأسیس کرد، قلهک، این مدرسه جمع قلهک، الان نمیدونم اسم مدرسه چی شده، روبروی باغ شهرداری که باغم دیدم الان برداشتن، اون مدرسه اونجا قبرستون قلهکی ها بود، 1313 قبرستون رو جمع کرد برد توی قبرستونی که الان زرگنده است، اونجا بغل امامزاده که اونم متاسفانه زدن تخریبش کردن و یه چیزایی توش بود خراب کردن، بردن اونجا، گفتن مرداتون رو ببرین اونجا چال کنین، اینجا رو کردن چیز مدرسه، کلاس 1 2 3 4 5 6 هر کی درس خون رفت اینجا درس، بعدم کردنش دبیرستان، تمام بچه های چیزر و لویزون رو نمیدونم کجا و کجا و کجا و اینا که میخواستن دبیرستان برن، دبیرستان نداشتن، میامدن اینجا قوله اگه میرفتن شابور شما. من اینا رو کار دارم که اینا رو چی ساخته، اینا رو یکی چی باسده پاش ساخته دیگه، مردم ایران هم خیلی کمک کردن، نه اینکه حالا یه نفر خودش تنهایی کار کنه، اون شخصیت برجسته‌ای که همراه رضا شاه بودن خیلی سازنده بودن، ولی اصلا بحث من این نبود، مثل که یکی الان به من بگه که تو قرآن نوشته اینجوری اینجوری، تو چرا به اینم اشاره نکردی، بابا بحث من بحث تفسیر قرآن نبود، اسمش رو عنوانش رو تعیین کردم، گفتم تعیین سر گذشت در سرنوشت، بحث این بود، منم تو چارچوب این صحبت کردم، سه مورد کد آوردم، احتیاج ندارم با اونا کد بیارم، اصلا میخوام بگم خجالت بکشیم یه خورده، راستش آقا میخواستم بگم یه خورده خجالت بکشیم، ولی خودم این اون بحثا رو میتونستم بکنم بدون که کد بیارم، اون هیچ احتیاج نداشتم اون بحث رو بخونم، اون بحثی که راجع به حقام چیزاست، راجع به سلجوقیان گفتن، خانم لمپون تو 10% وارد شده، 90% دیگه بحث داره که پیش منه، من بازش نکردم، اصلا نمیگه این ائتلاف این بالا اینجوری شکننده است، این ائتلاف ادامه داره، شاید هم عمدن نمیگه، متوجه چون خیلی هوشیاره تو نوشتم که چیز دست طرف مقابل چیزی یاد نده، اون خلاصه هاش احتمالا مستفرق انگلیس می نفش نهید میکنی، ولی کن من بحثم اون میخواد بحثم اون بذاریم سر اون بحث، من یه دفعه فقط میام اون بحث رو مطرح میکنم که این تئوری شاهنشاهی چجوری انحطاط پیدا کرد، تبدیل شد به تئوری چوپونی و زدن و زورکی گرفتن، هرکی گرفت گرفت، رضا شاه هم همون جوری گرفت، رضا شاه هم توی خاطراتش اگه بخونین خاطرات مادر رضا شاه رو، تاج الملوک رو، وقتی که تاجو میذاره سرش رو بعد میره خونه میگه تاجی جان اگه من میدونستم حکومت گرفتن اینقدر آسونه تا حالا 100 دفعه گرفته بودم، اون تئوری ها این ابزار، ببین اون تئوری ها این ابزار رو دادن دست رضا شاه که تو میتونی بزنی بگیری، همون تاریخ، همون قواعد بازی تاریخی، همونی که با آقا محمد خان گفت تو میتونی بزنی بکشی بگیری، همونی که با کریم خان گفت تو میتونی 16 سال بزنی اگه گرفتی گرفتی، همینا رو استدلال میکنه رسما
نادرشاه تو جلد دوم، انتهای جلد دوم عالم آرای نادری. من احترام گذاشتم به شما نگفتم و الا خجالت باید بکشین، خودم بلدم اونا رو بگم بدون که اسم اونا رو ببرم، ولی چند گذشت دیگه، حالا گذشت، حالا از این به بعد من گمون نمی کنم ما بریم خیلی هوش بیام توی زمین ها. بله من در خدمت شما. بفرمایید آقای. عرض ادب خدمت استاد، بسیار استفاده کردیم، ایشالله که استاد رو بیشتر اینجا ببینیم، که من نسبت به اکثر سخنرانانی که در این مدتی که من اینجا در واقع میام و رفت آمد دارم، در بین اغلب سخنرانان جز سخنرانان واقعا مفید بودیم، واقعا استفاده کردم. ایشالله انجمن از شما بیشتر استفاده کنه، که تکرار اون کلیشه های در واقع دینی ما رو به جایی نخواهد رسوند متاسفانه. حالا این رو هم بعد گفت که متاسفانه گروه های ما یه مقداری پدرسالار شدن. عرض شما خدمت شما که در چارچوب همون مواردی خودتون فرمودید، نکته که خواستم، نکته که نه در چارچوب همون مناسباتی که شما فرمودید، متاسفانه تشکیلات ما هم تشکیلات مدنیمون هم پدرسالار شدن. عرض شما خدمت شما که نکته که من میخواستم عرض بکنم اینه که با توجه به اینکه اینجا یه عنوان در واقع اسلامی، حالا چه خوب چه بد، در واقع یه عنوان اسلامی داره، ای کاش به اون بود، البته وقت واقعا نبود، ای کاش به اون بود هم پرداخته میشد که همین مناسباتی که شما فرمودید، این مناسبات متاسفانه تو تعالیم دینی ما هم در واقع وارد شد. یعنی به این معنا که اردشیر بابکان که خودش یک آخوند در واقع موبد هست، در واقع ساسانیان بنیان گذاری میکنه که جده ایشون خودشون آتش کرده در واقع در پارس اداره میکردن به نام بابک، که بعد ایشون ملقب شد به نام اردشیر بابکان، که مناسبات اصلا تاریخی ما یه بخشش متاسفانه سبقه قدسی پیدا کرده. یعنی ما از زمان ساسانیان کاملا سیاستمون، تاریخمون با تعالیم دینیمون یک پکیج شده و این قدسیت رو در واقع به وجود آورده، و متاسفانه این قدسیت به دلیل تکراری که داشته در طول تاریخ تا به امروز، متاسفانه اون آنچه که در واقع اردشیر بابکان بنیان گذاشت تا امروز متاسفانه تو مناسبات ما هست، که اجازه نمیده، اون چیزی که اجازه نمیده در واقع همینه، اون چیزی که اجازه نمیده که خرد وارد مسائل بشه همین قدسی شدن در واقع این تعالیم در واقع در دینه. یعنی ما دقیقا در تشیع همون فرابهریزم ساسانی رو داریم، منتها شاه میره کنار، امام شیعه میاد بسر، شاه میزنن کنار، اون تاجیکیانی میاد سر امامان شیعه. یعنی ما متاسفانه مشکلات رو داریم، یعنی این مناسبات تاریخی متاسفانه وارد دین ما هم شده. شیعه به یک معنا در واقع وامدار ساسانیه، در خیلی از اصول علم کلامش کاملا وامدار فرابهریزم به اصطلاح ساسانی است. در این زمینه میخواستم که بیشتر در واقع وارد بشیم. ببینید دنبال همون بحث تاریخی ما، شما از یه جامعه‌ای که کشاورز یا کوچروه دامداره، خیلی شهرنشین نشده، صنعت به معنی که تنوع فعالیت اقتصادی باشه نداره، ارزم به حضور شما جامعه به معنی واقعی بیسواده، به معنی واقعی بیسواده. ببین خیلی راه دوری نرین، من بچه قلهکم، اینا این وقت خب من وقتی که بچه بودم تو قلهک یک دونه معلم قلهکی نداشت که رفته باشه یه جای دیپلم گرفته باشه حالا بیاد ما رو درس بده. تو شمرون هم دو سه تا معلم ورزش بودن و قل شمرونی، یعنی به کل بی سواد. کجا؟ پایتخت و بغل خونه شاه. خب بعدن من پرسیدم یکی از این
بود، یکی از خود از من سالمندتر بود پرسیدم گفتم پس این بابای من کجا خوندن نوشتن گرفتی چی شد این چی شد؟ خب یه خانی بود اینجا، یکی همون رجال مثلا قاجار، یه کسی که آدم خوبی بود گفت اینجا خونش بود، این بچه ها همه میرفتن اینجا، اونایی که مکتب نمیرفتن میرفتن پلو اون خوندن نوشتن یاد میگرفتن. بابای منم خطش خیلی خوب بود، میگفتم این چجوری اینا رو یاد گرفته؟ اون شاهنامه رو میخوند خوب، گلستان رو خیلی خوب میخوند، خیلی باسواد بود، از اینجا واقعا باسواد بود، ولی مدرسه هم نرفته. یه دون من وقتی رفتم دبیرستان 7 تا از دبیران ما یزدی بودن، حالا اسمای همه شون هم یادمه، یک دونه قلحکی نبودن، اونا هم فشار کبیر و سختی و اینا رو انداخته بود تو کوه. شما میدونی یه از الان نفر اول تو پزشکی ایران، من یه خانواده رو میشستم 70 تا پزشکی شده، یعنی افتادن توی مسیر و کورس و رفتن و درس خوندن و اونجا زرتشتی ها هم بی تحصیل نبودن، یادت باشه زرتشتی ها بی تحصیل نبودن، مدرسه اول مدرسه یه از هم دارن زرتشتی ها ساختن، حالا یا پارسیان هند اونجا پول میفرستادن اینا میساختن، حالا هر کاری میکردن. بالاخره ببینید این در واقع شما اگه یه جامعه ای که حتی اقل معیشت بود چه توقعی داری؟ این باید مجهز به یه تئوریایی بشه که اسمشو شما میذارین دین، که عمراتش رو صبح تا شب بگذرونه، اون انتخابایی که گفتم رو بکنه، باید انتخاب بکنه، این شب میخوابه نه در داره نه پیکر داره، چی کار کنه؟ باید یه دعایی بخونه، بگه دعای دوست، وقتی میخواد از اینجا بره تا شابدلازیر 30 نفر ممکنه لختش کنن، خب این باید یه دعایی بخونه، دعایی نمیدونم سفر، وقتی دندونش درد میگرفت کسی نبود در بیاره، با هم برده است و با اون تلوته این و این، این باید یه دعایی بلد بود بخونه، شاید این یه خورده ساکت شه. یک مجموعه ای از اینا رو احتیاج داشت و کسی هم نبود راه نمایش کنه، نبود. ببین وقتی که شما میخوای برید حرف درس و تحصیل بزنی، این حرف درس و تحصیل اصلش از پول نفت را افتاد، متوجه ای؟ یا از اون فشارهایی که رو مالیات رضا شاه آورد، حالا یکی باید بیاد دقیق کارشناسی بگید، شما از زمانی درسخون شدین که پول نفت اومد تونست یه قشری رو جدا کنه، اسم اینا رو بذاره مهندس، اینا برن مدرسه، پول بود که رضا شاه تونست آقای بازرگان بفرست خارج کشور درس کنه، پول بود که تونست با همون مدارج اولیه رو طی بکنه، اون پوله باید مهیا بود، اگه نه این بچه باید همراه باباش میرفت صحرا، یه خورده تیغ میکند، یه خورده بوته میکند، نمیدونم دوتا شاخه درخت میکند. ببین این تهرون اینجوری، این شمرون اینجوری نگاه نکن، این شمرونی ها واسه من تعریف کردن، گفتن این درخت هایی که تو ببینی تو این کوه تا کلکچال تمام اینا صاحب داشت، یه شاخه شو نمیشد بکن، خون و خون ریزی میشد، چون زمستون سرما هر کی باید میرفت از اینا شاخه میکند میآورد، دیگ رو درست میکرد، دیگ رو زیرش روشن میکرد، اگر نداشتن نمیتونستن. شما شنیدی میگه آتش روی خاکستر تو کتاب اول بود، بری از همسایه آتش بگیری بیاری، کبریت کسی نداشت. من خودم تو همین قلهک خونه هایی رو دیدم که توی خونه ها چپ و اتاق یه دونه جای منقل خالی بود، آتیش روش میکردن، اونم اگه هیزم گیر میآوردن دون سیاه، بعد اون وقت کرسی رو اولم میکردم نیزشتن اون رو، بعدن زغال و خاکه آوردن که مردم دم همین مدرسه هم خالی میکردن، پاییز مردم میرفتن میخریدن واسه زنستونشون میآوردن درست و راستی میکردن که منقل زنستون رو روبرا کنن، اونم هر سال بیشتر رفت 20 نفر گرفته میشدن اون تو. ببین این توالدار رو میبینی الان قشیکه، این تو قلحک چاه بود، روش چوب بود، مردم میافتادن توش خطا میشدن. شما از یه همچین جامعه چه توقعی داری که سواددار بشه، صنعتدار بشه، نمیدونم
چی بشه چی بشه. اون بالای حرم هم به اندازه کافی فاسد بود. من تو جامعه شناسی نخبه‌کشی اون انتهاش داستان سنبرساز رو اگه اشتباه نکنم اونجا نوشتم که میرزا طی‌خان با چه معضلاتی یه دونه کارخونه درست کرد، بعد اون کارخونه چه اتفاقاتی واسش افتاد و اینا، به نظرم نوشتم اگه اشتباه نکنم، اگه ننوشتم هم حالا نمیدونم یه دفعه براتون توضیح بدم. یه سنور حلبی میخواستم بسازم 150 سال طول کشید زمان مصدق این آقای عالی نسب ساخت. شما وقت از این جامعه توقع دارین غیر دینی باشه؟ امکان نداره. ببین این واقع بنانه نگاش کنید، غیر دینی باشه امکان نداره، تحت نفوذ روحانیت نباشه امکان نداره. ببین روحانیت انقدر قوی بودن، همه اوائل کارم انقدر قوی بودن که مغلا چنگیز خان واسه روحانیت یه حساب کتاب ویژه باز کرد، گفت اینا مالیات ندن کسی اذیتشون نکنه، ابچور ندن، تمغا ندن، چی ندن چی ندن، کسی احضارشون نکنه، بی احترامی بهشون نکنه، به خاطر که اینا عرض کنه بالاخره مردم به اینا مراجعه میشن. الان هم مراجعه میکنن، حالا تا که هم مراجعه کنن من نمیدونم، قطعا به من مراجعه نمیکنن. تردید نه. از سخنان محترم جناب آقای رضاقلی خیلی ممنونیم. بحثات مصطفا گسترده بود در ظرف زمان این جلسه، طبیعتا نمیگنجید، سوالات بسیاری هم هست دیگه، در ما زمانم عبور کردیم با عذرخواهی.